سلام سلام. خب بچه ها، ما جلسه دوم آموزش زبان ترکی رو لایوش رو شروع میکنیم. این لایومون شامل 3 درسه که شامل اعداد، بعد اسم اعضای خانواده و فامیل و اینا، بعد حالا اگر هم بتونیم که مشاغل رو هم اونجا درسش رو ادامه میدیم، یعنی 3 درس. خب الان میخواییم بریم سراغ اعداد، اعداد ترک. خب عدد اولمون 0. بذار من دوربین رو برمیگردونم و کامنت ها رو میخوام ببندم. من کامنت ها رو ببندیم. خب یه ذره این رو فقط برگردون شاید. خب عدد 0، عدد 0 میشه 0. 0 بذار سب کنیم. خب میخوای من بنویسم؟ ببین الان اصلا انگار میخوایم تمرین کنیم. اس سه ا نه 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 0 آی بی نقطه. آها 0. حالا اونو خط بزن، اونو خط بزن. 0 بازم آی بی نقطه آر میشه 0. ببین سیفیر نیست، ببین ای نیست، اه. باز اینها رو من تأکید میکنم. 0 اونجا عددیش رو هم بنویس، عدد 0. خب عدد 1مون میشه بیر. بیر نقطه دار، نقطه دار آر. بیر یعنی یک، یعنی یک. اونجا هم باز 1 رو بنویس، این میشه بیر. خب عدد 2مون میشه ایکی. ایکی آفرین، آی نقطه دار کی، بازم آی نقطه دار ای. ایکی 2. عدد 3مون میشه اوچ، اوی نقطه دار اوچ آفرین، این میشه عدد 3. باز هم میگم اینا رو بچه ها دقت بکنیم به آی بی نقطه و آی بی با نقطه، تلفظشون خیلی فرق داره. این میشه 0 ا، این میشه بیر ای. ایکی عدد 3 هم باز او نیست، اوه، اوچ آخرش هم چه دیگه، اوچ عدد 3. 4 میشه درت. درت اوی دو نقطه، او با دو تا نقطه روش میشه او. درت آخرش تی، آره درت میشه عدد 4. 5مون میشه بش. بش اس یه دونه خط زیرش میشه ش. بش عدد 5. 6مون میشه آلت. آلت آ ال تی نه نه آلت نه آلت ا آی بدون نقطه آلت. یه بار دیگه بنویس کلن کلمه رو. آلت آلتی نیست، بازم میگم آلتی نیست، آلت. عدد 7مون میشه یدی. یدی این دیگه یه، آره یه دی دی آفرین یدی. یدی میشه عدد 7. عدد 8مون میشه سکیز. سکیز آیه، آره با نقطه یه دونه زد دیگه، آره سکیز. ببین اینجا باز دقت کنین، آلت آیه بدون نقطه است، آلتی نمیشه، آلت. ولی 7 و 8مون آی با نقطه است، یدی ای. یدی سکیز کیز عدد 8. عدد 9مون میشه دو کوز. دو کوز
اینجوری؟ دو کو او نه اوی بدون نقطه است. دو نه. کوز نه. هم اوش بدون نقطه است هم اوش بدون نقطه است. او و او دو کوز. دو کوز. آره. دو کوز یعنی میشه نه. عدد دهمون میشه اون. اون. آفرین. یه دونه او یه دونه نه. میشه اون. عدد ده. اون. خب ما تا عدد 19 تا 20 میریم، بعدن دیگه یه فرمولی داره اون. مثلا 11 رو چجوری میگیم، 21 هم اینه اونه. بعد دیگه حالا ادامه میدیم. 11 میشه اون. اون بیر. بیرمون یعنی یک دیگه، اونم یعنی ده. ده و یک میشه 11. اون بیر. اون بیر. 12مون میشه اون ایکی. اون ایکی میشه عدد 12. عدد 13مون میشه اون اوچ. اوچ اوچ او یو. اونو دوباره بنویسید که اینجا بچه ها چیز نشن. اون اوچ اوچ میشه عدد 13. اون دورت. اون دورت میشه 14. عدد 15 میشه اون بش. اون بش. عدد 16 همون میشه اون آلتی. آلتی آفر. عدد 17 همون میشه اون یدی. اینو بیار بالاتر، این نوشته اینجا چیز نشد که فقط این دیده بشه. اون یدی 17. اون سکیز. اون سکیز. عدد 18. اون دوکوز. اون دوکوز. خب اینجا تا عدد 19 رو ما گفتیم. یه دونه هم عدد 20 مون رو بنویس. یرمی. 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 یرمی یعنی عدد 20. بعد این فرمولمون رو این همین اون که اومد، مثلا عدد دهمونه دیگه. خب الان میخواییم بگیم 21 میشه یرمی بیر، بگیم 22 میشه یرمی ایکی. یعنی دیگه اینا رو ما تکرار نمی کنیم، فقط روی اعداد 20، 30، 40، 50 تا 100 اینا رو من میگم. یعنی این همین فرموله. حالا بذاریم من بگم، دوباره میایم سر اینا. عدد 30 میشه اوتوز. اوتوز. عدد 30. خب چی شد؟ یعنی تا 20 فقط اون قاعده هست؟ نه دیگه، این همین گفتم تا 29 هم اینه 19. آها. آها. به جای اون می نویسی ایرمی بیر. ایرمی ایکی. ایرمی اوچ. این سیه الان. این عدد سیه. او توز. او ت او ز. اوتوز. آره میشه اوتوز. عدد چهلمون میشه کرک. 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 و اینجا رو باز دقت کنین، او 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 خیلی مهمه تو زبان ترکی که اینا رو تو همه حرفامون هم هست. به هر حال یه حرف صدادار رو ما داریم، این رو قطعا باید تسلط پیدا کنی که او 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 ای او او همه این صداها، 6 تا صدا که داریم ما، اینها رو باید بدونی که کجا چه تلفظی رو اون کلمه داریم. کرک عدد 40. عدد 50 میشه الی. الی یعنی لیمون دوتاست، انگار تشدید داره. الی بازم
آیه یه ذره اینا رو این آی ها رو یه ذره توی آها یه ذره بزرگتر بنویس که خیلی واضح بشه. الی عدد شستمون میشه آلتمش. آلتمش آلتمش مش نه 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 مش ا او نوشتی تو آلتمش نیست که آلتمش اونو کلن خط بزن آلت مش مش اس 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 بچه اس یه دونه زیرش خط این آلت مش عدد شست. شست عدد هفتادمون میشه یت میش یت میش یت میش عدد هفتاد. عدد هشتادمون میشه سک سن سک سن سک سن عدد میشه هشتاد. عدد نودمون میشه دوک سان دوک سان سان آره. عدد صدمون هم میشه یوز او یوز این میشه عدد صد. خب الان میخوام یک کاغذ رو عوض کن. الان من مثلا میخوام بگم که عدد 54 رو بنویس با همون فرمول. 50 چند 50 چی بود میشه الی دورت. خب اونو بنویس مثلا عدد 54 یه مثال بزنیم الی دورت آفرین این میشه عدد 54. خب یه دونه مثلا 79 بنویس یت میش خب بنویس آفرین یتمیش هفتادمون که میشه یتمیش دوکوز اسو بالاش چرا خط میذاری؟ نه این اینجوریه بالاش هم خط بذاشتی بچه هم این داره اشتباه مینویسه منظور اس فقط زیرش یه دونه خط داره یتمیش دوکوز جلوش بنویس دیگه هفتادونو عددش رو بنویس هفتادونو میخوام بگم که تا عدد صدمون این فرمول ادامه داره تا 20 تا 19 که گفتیم اون فرمول چطوریه همه اعدادی که میخوایم اعداد دو رقمی رو بگیم عدد اولش همون عدد مثلا 30 40 50 60 که گفتیم بعد عددی که ادامش در میاد مثلا 7 8 9 یعنی فرمولش دقیقاً عین همینه. بعد این تا عدد 100 هزار رو بنویس. هزار میشه بین یعنی عدد هزار. میلیونمون میشه همون میلیون. حالا مثلا من 10,000 رو هم میخوام بگم 10,000مون میشه اون بین. اون یعنی 10 بینم یعنی هزار. 10,000 اون بین. 100,000مون هم میشه یوز بین. یوز او یوز بین میشه عدد 100,000. این همین فرمولاست یعنی هر عددی رو بخوایم باز هم این همون فرمولی که یک تا عدد 10 تا 19 رو من گفتم این همون فرمول هر عددی رو خواستن با همین فرمول مینویسیم. بعد خب بیایم مثلا ما میخواییم بگیم این اولین میشه برینجی. عددها رو تا اینجا گفتیم حالا اینا رو ادامه میدیم. برینجی جی جی چه نه اون چه شد خط گذاشتیم یه بار دیگه بنویس این چون اینجا مینویسی یه بار دیگه بنویس برینجی 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 یعنی اولین اولین. ایکینجی یعنی دومین. ایکینجی ای
چین جی دومین، مثلا میگی ایکینجی سوکاک یعنی دومین کوچه. حالا مثال هاشو بعدن توی درس های بعدی ادامه میدیم. سومین میشه اوچونجو، اوچونجو، اوچونجو میشه سومین. چهارمین میشه دردونجو، دردونجو، او دردونجو نقطه داره، دردونجو، او آخرش باز دوتا نقطه داره. چهارمین، مثلا میگی چهارمین سال میشه مثلا دردونجو یل، یل یعنی سال، مثلا چهارمین سال. پنجمین میشه بشینجی، بش این جی، بش اس این، بش این جی، جی بشینجی یعنی پنجمین. آلتنجی یعنی ششمین، آلتنجی، آلتن ای نقطه نداره، همونو بس کن به اون، همون نقطه رو بکش بالا بدون نقطه بشه. آلتن تم ای، آلتن جی، یه دونه ج یه دونه آی بدون نقطه. ششمین یدینجی، یدینجی میشه هفتمین. هشتمین میشه سکیزینجی، سکیزین اینجی میشه هشتمین، سکیزینجی. نهمین میشه دوکوزونجو، دوکوزونجو. اینم باز یه فرمولی داره، ببینین هم بعضی از عددها اینجی میاد، بعضی از عددها اونجو میاد، میبینین دوکوزونجو یا سکیزینجی. این بستگی داره به حروف صداداری که قبل از حرف آخر اون عدد اومده، بر اساس اون این پسوند اضافه میشه. حالا اینها رو همینطوری بعد اونونجو، اونونجو یعنی دهمین، اون اونونجو دهمین. خب عدد و رقم میشه سایه. بیا یه کاغذ رو عوض کن، یا اینجا پشت رو بنویس، بیا بالاتر. سایه، سایه یعنی عدد، رقم، سایه. شماره میشه نمارا، نومارا یعنی شماره، نومارا. شمردن، شمردن میشه سای ماک، سای ماک، سای ماک. چی؟ معنیش چی میشده؟ شمردن، شمردن. خب تا اینجا این درسمون تموم میشه. این تقریبا عددها، شمردن، اینا رو گفتیم. حالا بیاین من یه لحظه کامنت ها رو باز کنم ببینم بچه ها اگر سوالی دارن بپرسن. یک دقیقه من کامنت هاتون رو میخونم، بعد میریم سراغ درس بعدی که اعضای خانواده و ایناست. ببینیم کامنت ها میان. چطور بود؟ خوبه. اوکی بود. راحت بود تقریبا. اوکی. البته خب من هنوز توی حروفش یه مقداری. ببین
باید خیلی تمرین کنی. این حروف صدادار اصلی ترین گزینه‌ایه که باید تسلط پیدا کنی توی نوشتن و خوندن. خیلی مهمه، خیلی مهمه که اینا رو تو از هم بتونی تشخیص بدی که کجا او، کجا او، کجا او، کجا او، کجا او، کجا ای. همه اینا، این 6 تا حرف صدادار جز نقاط اصلیه که باید. منم نوشتم. خب خیلی هم عالی. نتمون که من فکر بچه ها نت خوب نیست. من فکر میکنم که خوبه الان. معلم عالی هستی. مرسی بچه ها، ممنونم. حالا اگر چیز باشه، اگر سوال خاصی نداشته باشین که بریم. این سری رفتیم استانبول دیگه، به چه کنم چرا نمیافتیم. قطعا اینا خیلی به دردتون میخوره، چون عددها همه اینها خیلی کاربرد داره توی همین زندگی روزمره، تو همون سفرها که بتونین حداقل قیمت بگیرین، عددها رو بخونین ببینین اصلا قیمت این چنده، یا یه نوشته ای رو یا آدرسی رو بخونین. فکر میکنم که خیلی به دردتون بخوره، چون ترکیه هم ایرانی ها خیلی زیاد رفت آمد داره. خب خیلی هم عالی. خب میریم سراغ اعضای خانواده که هم از پدر، مادر، دایی، برادر، خواهر، عمه، عمو، همه اینها میریم. و بعد باز هم من کامنت ها رو میبندم که تصویر رو همتون کامل داشته باشین. بعد از این درسمون اگر اوکی بودی که یه درس دیگه هم میدیم، اگر خسته نشده باشی یه درس دیگه هم میدیم. بعد خب من کامنت ها رو میبندم، بریم سراغ درس. امیرم اونجا داره میخونه. خب آره یه خطی، خب بکش باش، اشکال نداره، یه خطی بکش. نه خوب شد خطکش گذاشتم. حالا با خطکش به نظرم با دست بکشیم. خب من دوربینو برمیگردونم، بریم سراغ درس. اینطور راحت تری. خب اول کلمه مادر میشه آنا. آنا. البته دو تا کلمه داریم مادرها، یکیش آناست، یکیش آنه. آنه، دو تا نه، اه، آنه. این دو تا کلمه انگار مثلا ما میگیم مامان، مامی، مادر، اینطوریه. یعنی دو تاش ولی بیشتر دو تاش هم مادره، همون معنی مادره. خب ولی بیشتر تو محاوره آنه خیلی زیاد میگن تا آنا. آنا هم میگن ولی خب آنه بیشتر استفاده میشه تا آنا. خب آنه رو هم گفتیم. الان بریم بابا. بابا همون باباست دیگه. با با همون پدر. بابا. مادر بزرگ. مادر بزرگ ما دو تا داریم، مادر بزرگ مادری، مادر بزرگ پدری. اینجا چون ما تو فارسی تفکیک نمی کنیم مادر بزرگ رو، مادر بزرگ به هم پدری و مادری رو شامل میشه، ولی مال اینا اینطوری نیست. مادر بزرگ مادری رو میگن آنه، آنه، آنانه، یعنی تلفظش آنانه. دو تا آنه رو می دو تا آنه بنویس، دو تا آنه بنویس پشت سر هم، این میشه مادر بزرگ مادری، یعنی مادر مادر. مادر بزرگ مادری میشه آنانه. مادر بزرگ پدری میشه بابانه، بابانه. این میشه مادر بزرگ پدری. پدر بزرگ رو میگن دده. پدر بزرگ. البته این پدر بزرگ مثلا آدم های خیلی پیر رو هم اینجوری میگن، مثلا یه آدم پیری رو تو خیابون مثلا میبینن، مثلا اون رو هم دده صدا میکنن مثلا اونطوری.
حالا پدر بزرگ مادری و پدر بزرگ پدری رو هم میگن. خب و بیت بابا هم میگن. یه سوال، ما مثلا توی فارسی یه پدر بزرگ داریم یه بابا بزرگ. خب الان اونم خب میگن الان یه دونم بیوک بابا. بیوک یعنی بزرگ، بابا یعنی همون پدر دیگه، پدر بزرگ میشه. بیوک بابا همون تو میگی بیوک آدا، امروز میگفتی بیوک آدا رو مثلا دوست دارم. بیوک آدا، آدا یعنی جزیره، بیوک هم یعنی بزرگ، یعنی میشه جزیره یه بزرگ. اینجا میشه بیوک بابا، یعنی بزرگ. پدر بزرگ یا همون بابا بزرگ هم همون دیگه. آره دیگه همونه. به هر حال اون نسبت رو میخوایم بگیم، اون نسبت بابا بزرگی رو اونطوری چیز میکنن دیگه. آبلا میشه خواهر، خواهر میشه آبلا، خواهره ولی بزرگتر از خودت. اینجا مثلا میگن آبجی، مثلا به خواهر بزرگتر طرف میشه مثلا میگه آبجی. همون من خواهر بزرگتر از خود رو میگن آبلا. خواهر یا برادر کوچکتر از خود رو میگن کاردش. هم خواهر رو میگن هم برادر رو میگن کاردش. به کوچکتر از خواهر برادر کوچکتر از خود میگن کاردش. شه کاردش. به برادر بزرگتر از خود میگن آبی. آبی که من توی محاورشون میگن آبی. آبی خیلی شنیدین شماها که میرین استانبول. آبی منتها نوشتاریش رو الان بنویس، یوموشاک گه بنویس. آبی آ یه دونم آ بنویس. آ یعنی اونجا همزه تلفظ میشه این یوموشاک گه. آقا آبی. آبی یعنی برادر بزرگتر از خود. برادر از خود کوچکتر رو میگن ارکک کاردش. ارکک، ارکک یعنی جنس مذکر مرد. ار اون ای رو قشنگ اون بنویس سی خونده نشه. ارکک کک کاردش. ارکک کاردش. ارکه کاردش میشه برادر از خود کوچکتر. کاردش که گفتیم خواهر برادر کوچکتر از خود، حالا میخوای بگی برادر کوچکتر از خودم ارکه کاردش. خواهر از خود کوچکتر میشه کز. کز کاردش. کز یعنی دختر. آفرین، آیه بدون نقطه است. کز کاردش. کز کاردش میشه خواهر کوچکتر از خود. یعنی برادر شد ارکه کاردش، خواهر کوچکتر از خود میشه کز کاردش. ارکه یعنی مرد، پسر. کز یعنی دختر، جنس مؤنث رو یعنی مخاطب برام میده. خب اینجا دیگه پر شد، میخوای بیا پشت این کاغذ برس. خب عمو رو میگن آمجا. آم آمجا. آمجا میشه عمو. دایی میشه دایی. دایی دایی آیه بدون نقطه. دایی میشه همون دایی ما. خاله میشه تیزه. تیزه هم ا خونده میشه آخرش، هم ا خونده میشه. تیزه یا تیزه. خاله. عمه میشه حالا. حالا ه آ ل آ. حالا میشه عمه. شوهر خواهر، شوهر خاله، شوهر عمه میشه انیشته. ا نیشته. انیش ت میشه شوهر خواهر، شوهر خاله، شوهر عمه، همه اینا رو میگن انیش ت.
زن برادر، زن داداش رو میگن، یا زن دایی رو میگن، زن دایی رو میگن، زن عمو رو میگن، میگن ینگه، ینگه، ینگه میشه زن داداش، زن دایی، زن عمو، همه اینا رو میگن ینگه. نوه، نوه رو میگن تورون، تو رون، تورون میشه نوه، نوه. عموزاده، حالا دختر عمو میخواد باشه، پسر عمو میخواد باشه، میگن کوزن، 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 کوزن میشه همون عموزاده، دختر عمو، پسر عمو. عروس رو میگن گلین، گلین، گلین میشه عروس. داماد رو میگن داماد، همون داماد ماست، انگار آخرش ته فقط، داماد. جاری، جاری رو میگن ال تی، ال تی، جاری، همون زن برادر شوهر میشه دیگه، جاری. آره زن برادر شوهر، جاری میشه ال تی، بازم ایه آخرش، او نیست، ال تی. باجناق رو میگن باجاناک، با جا ناک، باجاناک میشه باجناق. برادر زن رو میگن کاین، کاین برادر، کاین برادر، بی را در میشه برادر زن، برادر شوهر، کاین، کاین. بازم اونجا رو دقت کنین، او، کاین بی را در، برادر نوشتی تو، برادر، ای، ای. یه بار دیگه پایین، یه بار دیگه بنویس عوض اول، کاین بی را در، ای آفن، کاین برادر. خب اونجا جا میشه، میخوای اینجا بنویس. پدر زن، پدر زن میشه کاین پدر، کاین پدر، کاین پدر میشه پدر زن. مادر زن میشه کاین والیده، کاین والیده، والیده میشه مادر زن، مادر شوهر، کلن این رو میگن. اینم باز پدر شوهر هم شامل اون میشه، پدر شوهر. زن، هم زن یعنی زوجه، خب اون رو میگن کار، 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 این میشه زن، زوجه. شوهر رو میگن کجا، کو جا، 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 جه، چه نیست، کجا. دوباره بنویس، میخوای دوباره بنویس، دوباره بنویس اون خط اشتباه نشه. کو جا، کجا میشه شوهر، شوهر. مادر ناتنی، کلن ناتنی میشه اووی، اووی، هر ناتنی میخوای بگی، مادر ناتنی میشه اووی آنه، اووی آنه میشه مادر ناتنی، اووی، اووی آنه. پدر ناتنی میشه اووی بابا، اووی بابا، پدر ناتنی. میگم هر اووی کلن به معنای ناتنیه، در ادامش هر اسمی که بیاریم میشه همون ناتنی، مثلا خواهر ناتنی میشه اووی کاردش. بعد دیگه همین دیگه، اینم اعضای خانواده.
دهنم کف کرد. خب بذار من کامنت ها رو دوباره باز کنم، یک دقیقه به کامنت هاتون جواب میدم، بعد دوباره اگر اوکی بریم بذار 35 دقیقه اوکی یه درس دیگه بریم. یا خب من اینجا سوال دارم، اینجا ما میگیم خواهر کوچکتر از خود، حالا کوچکترین خواهر همین میشه یا این مثلا یه خواهر بعد من مثلا کوچکترین چی میشه؟ یعنی چی کوچکتر؟ یعنی مثلا الان این یعنی خواهری کوچکتر از خودم دیگه. خب دیگه کلن به همه برادر خواهرای کوچکتر از خودت میگن همون کز کاردشین یا مثلا ارکه کاردشین، فرقی نمی کنه. ترکی سخته. خب بچه ها اولش یکم شاید براتون سخت باشه، وقتی را بیفتین اوکی میشه دیگه. خب درس بعدیمون بذار ببینم درس بعدیمون چی بود. اینم مشاغله، نمیدونم حالا اگر اوکی بودی که اگر ممکنه روزهای کلاس رو ثابت کن و بدونیم، حتما این کار رو میکنم. حالا سعی میکنم کلماتی که من تو این دوتا لایو، هم لایو قبلی هم اینا، یک کلیپی درست میکنم خودم مرتبتر، از تو اون یکی گوشیم اسکرین شات میگیرم نوشته ها با معنیش رو و با مثال هاش رو براتون دونه دونه اسکرین میگیرم از هر کلمه و براتون پست میکنم. خب بعد بریم سراغ مشاغل. اینم 32 تا کلمه است، این رو هم بگیم دیگه این لایومون رو ببندیم. من کامنت ها رو دوباره میبندم. خب دوربین رو برگرد. خب پزشک، دکتر، همون میشه دکتر، دکتر میشه پزشک خود ما، پزشک دکتر. دندان پزشک میشه دیش چی. این خیلی به دردتون میخوره این مشاغل، چون خیلی ها مثلا میرن استانبول، ترکیه و اینا رو به دردتون میخوره. دیش چی؟ چه اون چه جه نیست. آها. یه دونه زیرش خط بذار، دیش اونم شه یاد. آره. خب شه یه دونه خط بذار، اس گذاشتم یا اون خطه. آها الان شد، تو بالاش بذاشتی اینجوری می‌نویسم. آها اونو رو بس می‌کنی. دیش چی؟ چه این جه نیست، دیش چی یعنی دندان پزشک. خلبان میشه پیلوت، پی لوت، پیلوت میشه خلبان. شاعر میشه شاعیر، شا اس شاعر، شاعر همون میشه شاعر. وترینر، وترینر یعنی دامپزشک، وترینر، وترینر، دامپزشک، وترینر. خیاط میشه ترزی، ترزی میشه خیاط، ترزی. این مالا نقاش، نقاش میشه رسام، همون رسام خودمون دیگه، فکر کنم تو بس ریشش کلمیه رسام، نقاش. داروساز، همون وقتی میری مثلا یه داروخانه ای اونجا مثلا اون دکتره، به اون دکتره میگن اجزاج، اج اج زا اجزاج، اجزاج.
اجزاجه میشه داروساز. میوه فروشی میگن ماناو. ما ناو میوه فروشی. میوه فروشی کارگردان. کارگردان رو خب اینا هم باز اکثرا چون شما سریال رو میبینین یونتمن. یونتمن یونتمن میشه کارگردان. نویسنده میشه یازار. یازار یازار نویسنده. پلیس همون پلیسه. پلیس پلیس. معلم میشه اورتمن. اورتمن اونجا یه دونه یوموشاک گه داریم. اورتمن اورتمن میشه معلم. بازم اینجا رو دقت کنین. یه دونه اوی دو نقطه یه دونه گ با هفت روش میشه یوموشاک گ که به صورت همزه فارسی مثلا مثل رئیس اونجا با همزه می نویسیم مثل اون تلفظ میشه. اورتمن میشه معلم. مهندس میشه مهندس. مو مو هن دیس هندیس ای اونجا آنه نویس ما اشتباه نوشتیم. مهندس یه بار دیگه بنویسیم اونجاش خیلی چون تو دوربین. مو هن دیس مهندس همون مهندس. پرستار میشه همشیره. هم شیره. هم شیره میشه پرستار. هم شیره. وکیل میشه آووکات. آووکات آوو آوو او نقطه نداره. آووکات اوی بدون نقطه است. آووکات میشه وکیل. نجار. نجار میشه مارانگوز. ما ران گوز مارانگوز نجار مارانگوز. آرایشگر مردانه که همون سلمانی میگیم میشه بربر. بربر بچه ها اینجا ایه ها این چون میچسبونه شاید یه ذره بد دیده میشه. بربر همون آرایشگر مردانه است. خب به معمار میگن همون میمار. میمار 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 همون معمار. طلا و جواهر فروش میشه کویومجو. کویومجو کویومجو میشه طلا فروش جواهر فروش. به کاپیتان ملوان همون میگن کاپتان. کاپتان کاپتان میشه همون کاپیتان. به کارمند به همون مثلا مأمور مأمور کارمند میگن مأمور. مأمور مثلا میگن مأمور بی یعنی آقای مثلا مأمور. کارمند مأمور. کارگر میگن ایش چی. ایش شه چی 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 نقط بذار. ایش چی میشه کارگر. ایش چی. به نقاشی که مثلا میاد خونه ها رو رنگ میکنه دیوار رو رنگ میکنه میشه بو یا جو. بو یا جو جه 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 بو یا بویا یعنی رنگ دیگه درس قبلی گفتیم. بویا یعنی رنگ. باز چه نوشتی که بویا جو جه
جه. همون سی بنویس، فقط سی انگلیسی میشه جه. بو یا جه. بو یا جه میشه نقاش، نقاشی که میاد خونه ها رو رنگ میکنه. کار کردن، کار کردن میشه چالشمک. چا چه آفرین، چالش ا چالش چالش نشد نقطه گذاشتی که اونجا اون ل رو یه ذره بلندتر کن بکش بالا. چالی نه چالش ا چالش مک. دوباره بنویس چا چالش مک یعنی کار کردن. چالش مک. کار میشه ایش. ایش ایش آیه با نقطه، اصلا به اونا توجه نمی کنی. ایش ایش ا ا و ای ایش. مثلا آگهی کار میشه ایش ایلانه. ایلان یعنی آگهی. ایش ایلانه یعنی آگهی کار. ایش ایلانه، ایش ایلانه همون آگهی کار. درخواست کار ایش باش ورسو. ایش باش ورسو. باش ورسو. و رو باش ورسو. ایش باش ورسو یعنی درخواست کار. میری مثلا تو یه سایتی میخوای یه فرمی پر کنی، اونجا نوشته ایش باش ورسو، یعنی میری اون فرم رو پر میکنی برای استخدام. فابریکا، فابریکا میشه کارخانه. فابریکا، فابریکا میشه کارخانه. شرکت همون میشه شیرکت. شیر کت شیرکت. کات نه شیرکت. شیرکت اونجا شیرکت همون میشه شرکت. به آدمی که خیلی ماهرم همون ما میگیم استاد، میشه اوستا. اوستا دیگه این آخرین کلمه است. اوستا، اوستا میشه همون استاد، استادکار، ماهر، توانمند، میشه اوستا. تا تمام خلاصه که خب بزنین کامنت ها رو باز کنیم، دو دقیقه کامنت بعد دیگه لایو رو ببندیم که دیگه مطالب دیگه تو لایو نباشه، که بچه ها هم اگر خواستن استفاده بکنن. خوب بود؟ خوب بود. یا خوب نبود؟ خسته شدی ولی؟ نه کلمات فکر کنم زیاد بود یکم. نه زیاد نیست، در من هنوز توی اون آره مسلط نشدی. آره، تو اون همون شیشتا حرف صدا دار. آره آره، آره. ولی با تمرینه فقط اینا رو. آره. یه ذره تمرین کنی چشمت گوشت عادت کنه. آره. که چیزی که میشنوی این کدوم کلمه است. اوه 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 همه اینها رو میتونی تشخیص بدی. مرسی مرسی. بذار ببینم اگر سوال خاصی و حرف خاصی در مورد فقط همین زبان چیزی نیست. لایو رو 49 دقیقه است، یک دقیقه دیگه من میبندم که بشه 50 دقیقه لایو. مرسی. خب خیلی خوبه که خوشتون اومده. فیلم ها یعنی چی؟ فیلم ها یعنی چی؟ متوجه نشد. مرسی مرسی. خب پس ظاهرن حرف خاصی نیست، سوال خاصی نیست، ببندیم که لایومون میگم مطالب دیگه ای نباشه. مرسی که بودین. مرسی شادی. مرسی که مرسی از شما. ممنون. خیلی خوب بود. بریم دیگه بچه ها.
مرسی، شبتون بخیر.